بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری خدمت شما بینندگان عزیز. طوری که در برنامه گذشته خدمت شما عرض کردیم که ما مسابقات دیگری هم از رقابت‌های پهلوانی ولسوالی پشتون زرقون خدمت شما عزیزان به نشر می‌رسانیم. انشالله که مسابقات جالبی باشه. طوری که شما می‌بینیم مردم حتی در هوای گرم تابستانی برای دیدن مسابقات پهلوانی تشریف آوردند. بله اسیب جان، چهره ورزشکار رو میبینیم از ولسوالی پشت زرقون و قرار همراه باز محمد با لباس سیاه از ولایت فرا به رقابت بپردازه و ببینیم که این تقابل اساس و دیدنی چه میشه و کدام ورزشکار موفق میشه و برتری برسه. باز محمد از جمله ورزشکاران خوب ولایت فراه و حالا مسابقه بین این دو ورزشکار آغاز شده. ببینیم که تلاشه هر دو ورزشکار نتیجه میده یا نه. پیچ چپر استفاده کرده مقابله، باز ببینیم که موفق میشه. آخه موفق شد در روند اول مسابقه کمره باز محمد از ولایت فرار به زمین بزنه. بله، باز محمد با لباس سیاه از ولایت فرا مقابل این پهلوان ولسوالی پشتون زرقون قرار گرفت که روند اول رو واگذار کرد و اینجا پهلوان پشتون زرقون میره تا استراحتی رو انجام بده و یکی همچنان نکاتی هم که قابل ذکر از طرف سرمربی خودش گوش بکنه و بلند بشه در روند دوم و مقابل حریف فرایی قرار بگیره. قاری اسمت الله در کنار او حضور داشت و این هم چهره پهلوانی از ولایت فرا و همچنین پهلوانی از ولسوالی پشتون زرقون، چهره میرفقان پهلوان را هم در تصویر میبینیم. حالا این پهلوان بلند شده تا در روند بعدی مقابل ورزشکاری از ولایت فرا به میدان بره. دیدیم که در روند اول خیلی اگر کت خوب استفاده کرد و غافلگیر میکنه باز محمد و موفق میشه و برتری برسه. آیا در روند دوم موفق خواهد شد؟ معلوم میشه تا چند ثانیه دیگه. اما به نظر من باز محمد از جمله ورزشکارهایی هست که واقعا مسابقات خوبی انجام میده و همیشه مقابل رقبای خود که قرار گرفته از حرکت های نمایشی استفاده کرده. ما مسابقه او با میرفخان را هم داریم که در روند دوم مسابقه باز محمد موفق میشه کمر این ورزشکار را به زمین بزنه و نتیجه یک بسازه. خیلی مسابقه عالی پیش رفته. از هر دو ورزشکار ما شاهد بودیم که حرکتهایی که داشتن استفاده کردن و موفق هم بودن مقابل رقبای خود به برتری برسن. ببینیم در روند دوم مسابقه چگونه باز محمد از حرکت کوشک استفاده میکنه و سپسنده چپه میکنه حریف خور و موفق میشه کمر به زمین بزنه و نتیجه یک بر یک به دست بیاره. ولی به تصمیم داور مسابقه و هر دو مربی این مسابقه یک یک میشه و دست هر دو ورزشکار به نشانه مساوی بلند میشه و این ورزشکارها یا این دو نفر میتونه بگیم مسابقه خود با نتیجه یک یک تساوی به اتمام رسانند. هر دو ورزشکار میتونن دوباره بلند بشن و مسابقه انجام بدن. مردم هم اگرچه که هوا خیلی گرم بود در روز پنجشنبه در کنار پهلوانان خود آمدن، حضور پیدا کردن و مسابقات را از نزدیک دیدن و پهلوانان خود تشویق کردن و از گوشه و کنار ولسوالی های ولایت هرات هم آمدن تا این مسابقات را ببینن. درست جاوی جان، طوری که میبینیم پرویز از ولایت هرات با لباس سفید که او مربوط به کلب پهلوانی یلان گذره و یا همیشه گفت کلب پهلوانی پیمان مقابل ورزشکاری از ولایت فرا به میدان آمده. روند اول این دو ورزشکار آغاز شده. ببینیم که پرویز آیا میتونه که در مسابقات ولسوالی پشتون زرقون به پیروزی برسی. آخر او سابقه مسابقه انجام دادن مقابل ورزشکاران ولایت هرات در منطقه کورت نشین یا هم مسابقات پهلوانی کورت در کارنامه خودش داره و ببینیم که اینجا میتونه مقابل این ورزشکار به پیروزی برسه یا خیر. بله، یکی از دلیل هایی که اسیب جان پهلوانان یلان گذره زیادن همینه که بله راوند اول مسابقه هم به نفع ورزشکار از ولایت فرا میشه. باید بگم که یکی از نکاتی که ورزشکارای کلاب یلان گذره زیادن به این مسابقات اینه که کورت سفلا به ولسوالی پشت زرقون نزدیکتر نسبت به سایر ولسوالی ها، به همین خاطر از ولسوالی گذره زیاد اشتراک کردن. شما در تکرار صحنه ببینید که چگونه پرویز در راند اول این مسابقه خور واگذار میکنه و نتیجه یک بر صفری که به نفع عریف میشه و حالا آمده در یک سمت میدان نشسته و گلوی تازه میکنه تا در راند دوم بلند شده و رقابت بپردازه. و حالا راند دوم مسابقه به اتمام رسیده و نتیجه 2-0 که به نفع ورزشکاری از ولایت فرا میشه.
بله، پرویز از ولایت هرات مقابل ورزشکاری از ولایت فرا قرار گرفت که مسابقه ایشان در روند دوم به اتمام رسید. در تکرار صحنه با هم ببینیم، در ابتدا شانه محمد پرویز به زمین گیر میکنه و یا میشه گفت فرود میایه و او باعث میشه که در این روند مسابقه ببازه. پهلوانان ولایت فرا واقعا مسابقات خیلی جالبی را انجام میدن، چون که در ولایت فرا هم معمولا مسابقات خیلی سطح بالایی برگزار میشه و همین موضوع نیز باعث شده که وقتی در مسابقات پهلوانی بیرون ولایتی مقابل پهلوانان هرات و قندهار و سایر ولایت قرار میگیرن، با روحیه بسیار بالا مسابقه انجام بدن. دوستان نهاد مهربان، مسابقات پهلوانی جریان داره و میبینیم که پهلوانان هرات و همچنین پهلوانان ولایت فرا با هم به رقابت میپردازن، اگرچه که یک گل فعلیه که این دو یا این دو سمت مقابل هم قرار گرفتم و میبینیم پهلوانان ولایت هرات هم امروز واقعا خوش درخشیدن و مسابقات خوبی انجام دادن. پهلوان جان سلام، مانده نباشی. و علیکم السلام. پهلوان سلامت باشی، خوش باشی، زنده باشی. مسابقه امروز انجام دادین؟ و امروز گوشتی گرفتم 1-0 و دیگه گوشتی خلاص شد که بعد تمام شد. پهلوانان هرات چگونه بود و پهلوانان ولسوالی پشت سرخون چگونه بود پهلوان جان؟ پهلوانا اما خوب گوشتی گرفتم، اما وقتی که غلام پهلوان زحمت زیاد بکشه او واقعا برنده میشه و امروز پهلوانای فرا از پهلوانای پشت سرخون خیلی درخشیدم و خوب گوشتی. چقدر خوبه رشد همین همچون برنامه تعریزی شو برنامه ریزی بشه؟ همین برنامه برای گوشتی خیلی خوبه و خیلی جوانات تشویق میشه، اما الان در تمام ولایت ها گوشتی پیدا شده و انشالله که همین تا برنامه پیش بره و گوشتی بیشتر میشه و مردم علاقه زیاد میشه به گوشتی. تشکر پهلوان جان. تشکر. خب یکی از پهلوانان خوب ولایت فرا میروالی، درسته اگر اشتباه نکنم؟ میروالی. خب چی فرق میروالی تا میروالی چی فرق داره؟ خیلی فرق داره. اصلی همون میروالی. خب خواستیم انشالله. شکر جور هستی. پهلوانان ولایت فرا چی رقم هر هفته به ولایت فرا یا مسابقه برگزار میشه؟ و ولا ان شاء الله چې د فرا پهلوانان شخیجه باسي او وسنګیجه نسبت تر بخوا شخیجه به سترګیجه ګد پهلوانان جوړ دی تمرین کوي او شخیجه تل کیجه. چند کلاب په ولایت فرا؟ تقریبا 6 کلاب است په فرا کې. هم 6 کلاب فعال او تمام پهلوانان یا تمرین میکنن او مسابقات اشتراک میکنن یا مسابقات کلاب په ولایت ویلی اوه؟ یا دا شپش کلب تمرین کوي فعال دي، ټول پهلوانان تمرین کوي او دی خود به خود غیر سره باسي. دولسوالی پهلوانان هم چراسي هغه هم بس دغه شي د پهلوانان سپر دکل پوت تقسیمېږي. بس امروز چی رقم بود میروالی جان؟ پهلوانی چی رقم بود؟ لذت برد مسابقات خوب شد؟ و شغه جو ایستاس و خو اگر چی سو میدان سره خراب و دړی وي میدان کې خو بیا هم شغه جو ایستاس خوشاله. چرا مسابقات به میدان خوجه سی برگزار شما به مرکز ولایت هرات چرا تشریف نوردین پهلوان جان؟ زموږ غیر او د دې غیر څه تفاوت لري؟ دوی لاس لکوي، موږ بیا د لاس سره نه عادت، نو په دغه خاطر کني موږ نور مشکل دوی سره نه لرو. دوی لاس لکوي، موږ لاس نه لکو، بس په دغه خاطر موږ دوی مسابقه ډیر نه سره دغه کو لسوالی ته مسابقه کو. بزرگان یا می مشران که حسن بین هر دو ولایت چرا تصمیم نمی گیرن به خاطر دست یله کردن یا دست یله نکردن مسابقات؟ بعد اینا با هم بشینن و تبادل نظر داشته باشن و تفاهم برسن و مسابقه انجام بدن. اگر چه که مسابقه به هر ولایتی که برگزار میشه یعنی میزبانه به قانونهای خود همون ولایت برگزار میشه، آیا پهلوانان ولایت هرات که به فرا میاین همین موضوع دست یله کردن به طبق گوشتی ولایت فرا گوشتی میکنن یا خیر؟ و وو دې هم دغه خپل تر اندازې پورې دغه کوي غیږه باسي، خو بیا هم هر چې دوی کوشش کوي ولې دوی په هغه د پخوا به غیږه چې خپل به غیږه دوی عادت دي دوی بیرته هم لاس یله کوي هغه شي غیږه ایستل کیږي. ولې چې دوی دا عادت لري سړی چې یو ور په یو کار عادت بیا نه کیږي چې دغه وکړي. نو موږ هم دا پهلوانان ټولو پهلوانان دا درخواست لرو چې مشران سره کښېني دا ټوله غیږه یو رکن سي د ګرد ولایتوله. ولې دا چې مسابقه هم سره وسي ګرد یو رکن غیره وباسو ډېر به شي من نظر انشاءالله که قانونا همه یکی بشه و پهلوانان ما با هم به رقابت بزن. تشکر پهلوان. زنده باش. تشکر جو جان من. خیلی صحبت های جاوی جان با میروالی پهلوان شنیدیم که در رابطه به سطح برگزاری مسابقات صحبت هایی را داشت. چهره سید عمر سیدی در تصویر میبینیم، ورزشکاری از کلب پهلوانی انصار و شاگرد حاجی آقا صف سید احمد قصاب آمده در ولسوالی پشتون زرقون و مقابل پهلوانی به میدان آمده که از ولسوالی پشون زرغون و در روند اول
موفق میشه سید عمر که کمر حریف خور به زمین بزنه. این مسابقه چون در لحظات شام برگزار شده بود، فکر کنم که در راوند دوم حاضر به مسابقه نشدن دو پهلوان و نتیجه 1-0 را به همراه داشت که سید عمر سیدی موفق شد مقابل این ورزشکار به پیروزی برسه. اگرچه مکمل نتونست به پیروزی برسه، خب به هر حال یک راوندر موفق شد که کمر حریف رو به زمین بزنه. چهره محمد فهیم رو در تصویر میبینیم، ورزشکاری که یکی از اندهای خیلی خطرناکی رو در حرکات منحصر به فرد خود داره و مقابل اون نوید به میدان آمده. راوند اول این مسابقه آغاز شده، هر دو تنش‌هایی را دارند و کوشش‌هایی را انجام میدن. فهیم میره تو از حرکت انده خود استفاده بکنه. جای جان چه اتفاقی افتاد اینجا؟ هنوز مسابقه به اتمام نرسیده و هر دو ورزشکار میتونن از چمهایی که دارن استفاده بکنن. ببینید تلاش‌های هر دو ورزشکاره و حالا دیگه مسابقه به اتمام نرسیده، هنوز هم تلاش دارن و داور مسابقه رو نگاه می‌داره. ببینیم نباید نگاه داشته باشه در همچین موارده و باید هر دو ورزشکار تلاش داشته باشن تا بلند بشن. در بعض مواقع چون هر دو ورزشکار وار به وارن نباید نگاه داشته باشه تلاش هر دو ورزشکار. دیدین هر دو ورزشکار کوشش داشتن تا به برتری برسن و حالا راوند بعدی مسابقه آغاز شده و این بار دیگه نوید کمره فهیم جان رو به زمین میزنه و در راوند اول مسابقه به برتری میرسه. هر دو ورزشکار بلند شدن تا مسابقه خود رو ادامه بدن و ببینیم که آیا نوید موفق میشه کمر فهیم رو به زمین بزنه یا خیر. باز هم تلاش داره از حرکت کجه استفاده کنه، موفق نیه. باز هم کوشش میکنه فهیم تا از حرکت انده استفاده کنه. ببینیم نوید چقدر مقاومت کرده تا این جای کار. هنوز مسابقه به اتمام نرسیده، تلاش های هر دو ورزشکار. باز هم مسابقه نگاه داشته میشه، نباید از همچون حرکات های جلوگیری بشه. یک از نکاتی که داورهای مسابقه به همچین جاهای دوچار مشکل میشن و همینه که تجربه کافی ندارن و نباید مسابقه نگاه داشته بشه. ببینیم شما تلاش های هر دو ورزشکار بلند میشن و دوباره به مسابقه میپرزن، اما داورهای مسابقه اونا رو نگاه میدارن. اما به صحنه وار تحت هیچ شرایطی نباید مسابقه نگه داشته بشه. هنوز مسابقه 1-0 و هنوز نوید یک روند جلو افتاده. بله، اینجا استراحت میکنه و همچنین صحبتهایی را داره با سرمربی خودش. طوری که جوی جان عرض کردن، در چنین صحنه‌ای اصلا نباید داورها مانع دو پهلوان بشن، چون که در اوج کشتی گرفتن هستن و در اوج و هیجان مسابقه انجام دادن هستن و میرن داورهای خود استفاده بکنن، از تجربیاتی که دارن استفاده میکنن، از مهارت‌هایی که دارن کار میگیرن و از زوری که دارن استفاده میکنن. اما داورها مسابقه نگاه داشتن، ادامه داره، ببینیم چه کار میشه. آیا همانند راوند اول و دوم همچنان پرتنش هست یا خیر؟ خیلی به راحتی این بار دیگه از چم منحصر به فرد خودخو و از هوش و ذکاوت بالای خودخو کار میگیره و خیلی به راحتی کمر حریف رو به زمین میزنه و مسابقه رو یک بر یک میکنه. خیلی خسته به نظر میرسه محمد فهیم پهلوان و راوند سوم در ادامه با شما خواهیم دید و اینجا هم تکرار صحنه رو میبینیم که خیلی به راحتی از حرکت پای چپ استفاده کرد و پیروزی رو به دست آورد. مسابقه در راوند بعدی هم قراره که آغاز بشه و نوید هم میره تا مقابل محمد فهیم قرار بگیره. بله، مسابقه خیلی تماشایی انجام دادن. هر دو ورزشکار واقعا از جمله ورزشکارهای خوبه کلاب های خود هستن و خیلی یک مسابقه دلچسبی به نظر من انجام دادن. شما میبینیم که هر دو ورزشکار تلاش میکنن تا به برتری برسن. والا راوند سوم باز هم تلاش هر دو ورزشکار میبینیم. حالا مسابقه به اتمام نرسیده و حالا دیگه به اتمام میرسه. نتیجه کار 2-1 میشه و مسابقه به نفع فهیم از کلاب آریا میشه. ببینیم در تکرار صحنه انده خیلی زیبایی را استفاده کرد و موفق شد که پیروزی را از آن خودش بکنه و یک کشتی خیلی دلچسبی را از خودش به نمایش بگذاره و با نتیجه 2-1 پیروزی را از آن خودش بکنه. بیننده های عزیز، ممنونیم از اینکه بیننده دومین قسمتی از مسابقات پهلوانی پشتون زرغون از دریچه کانال یوتیوب افغان یک دوسی بودید. همه شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم تا برنامه‌های پهلوانی بعدی. الله یار و نگهدارتان.